سلام، امروز میخواییم با همدیگه راجع به بیت بلاک صحبت کنیم، ببینیم چیه، بیا چند تا راه و روش بگیم برای اینکه باهاش کنار بیایم. اول یه تعریف کوچولویی راجع به بیت بلاک داشته باشیم. بیت بلاک یعنی اینکه من میام این نرم افزار رو باز میکنم، میبینم هیچ ایده‌ای ندارم، نمیتونم هیچ چیزی بزنم، یا اینکه هر چیزی که میزنم و احساس میکنم تکراریه، قبلا زدم یا یه جایی شنیدم و از اینجور داستانا. برای همه هم پیش میاد، اینجوری نیست که مثلا فقط برای من پیش بیاد یا فقط برای تو پیش بیاد، همه این قضیه رو دارن، شاعرها دارن، نویسنده‌ها دارن، نمیدونم نقاشا دارن، فقط برای بیت زدن نیستش. حالا میخوام بهتون چند تا راه و روش بگم که ممکنه توی این قضیه بهتون کمک کنه. اولیش اینه که بیایم به سبکای دیگه گوش بدیم، ویدیوهای آموزشی راجع به سبکای دیگه ببینیم، بیتای سبکای دیگه رو گوش کنیم، ببینیم چی کار کردن. از چیزایی که راجع به سبکای دیگه یاد میگیریم بیایم توی سبک خودمون استفاده کنیم. مثلا اگر من همیشه بیت ترپ میزنم، بیام برم داب استپ ببینم، داب استپ گوش کنم، یا نمیدونم هوس گوش کنم و هر سبک دیگه. حالا یه سری چیزا اونجا اگر یاد گرفتم بیارم توی سبک خودم، اگر ترپه حالا مثلا بیارمش توی ترپ، از اون چیزا توی بیتای خودم استفاده کنم. دومیش اینه که بیایم از سمپل پک ها و لوپ ها استفاده کنیم. خیلی ها با این قضیه مشکل دارن، نمیدونم چرا، ولی این سمپل پک ها و لوپ پک ها اصلا ساخته شده که بیایید ازش استفاده کنید. حالا نه به همون حالتی که خودش داره، میتونید یه کوچولو بیاید تغییر بدید، چاپ کنید، نمیدونم هر بلایی که میخواید سر سمپل ها بیارید، ولی موقع هایی که این حالت بیت بلاک هست، ایده ای نهارید، میتونید بیاید به این سمپل پک ها گوش کنید. حتی اگر ازش استفاده هم نکردید، بیایید ازش ایده بگیرید و اینکه استفاده کردن ازش هم هیچ مشکلی نداره. مثلا اینجا من الان یه دونه سامپل پک گیتار دارم، یه سری لوپای گیتار داره. اگر یه روزی هیچ ایده‌ای به ذهنم نرسه، میام به اینا گوش میکنم، میام از اینا استفاده میکنم، چاپ چاپ میکنم، یا اینکه میام ببینم توالی آکوردهایی که توش استفاده شده چیه، از همون توالی آکوردها استفاده میکنم توی بیت خودم و اینجور داستانا. هیچ ایرادی هم نداره. گفتم این سمپل پک ها و لوپ پک ها اصلا ساخته میشه که ازش استفاده کنید. اینکه بیاید از موزیک یه نفر دیگه به عنوان سمپل استفاده کنید بدون اینکه اجازه بگیرید، اون ایراد داره، ولی این پک ها و اینا هیچ ایرادی نداره. کار دیگه ای که میتونیم بکنیم وقتی هیچ ایده ای نداریم اینه که بریم یوتیوب رو باز کنیم، راجع به تئوری موسیقی سرچ کنید، ویدیوها رو ببینید، یا تئوری موسیقی آهنگ هایی که دوست دارید رو ببینید، توالی آکوردهای جدید یاد بگیرید، راجع به میکس و مستر برید ویدیو ببینید و از اون فرصتی که دارید استفاده کنید تا چیزای جدید یاد بگیرید و بعداً میتونید همه اونا رو توی بیتاتون بیاید استفاده کنید. کار دیگه‌ای که میتونیم این وقتا بکنیم اینه که بیایم از این میدی پک‌ها استفاده کنیم، میدی پک‌ها رو ببینیم، ازش یاد بگیریم، ازش ایده بگیریم، یا اصلا همون چیزی که هست رو استفاده کنیم، یا اگه خواستیم بیاییم بهش یه کوچولو تغییرات بدیم و از اینجور داستانا. مثلا من یه دونه اینجا آوردم با هم دیگه ببینیم. خب الان من اگه بخوام میتونم از این استفاده کنم، بیام یه کوچولو تغییرات بهش بدم، چیزایی که میخوام رو بهش اضافه کنم، یا اینکه اصلا فقط بیام ازش یاد بگیرم ببینم چه آکوردهایی استفاده کرده، توالی آکورداش چیه و از اینجور داستانم. کار دیگه ای که میتونیم بکنیم اینه که بیایم یه سری ویدیوهای پرودیوسرهای مورد علاقه همون رو ببینیم، یا حالا استریماشون رو که داخل تویچ میذارم ببینیم. بعد از اینکه کرونا شد، خیلی از پرودیوسرها و میکسمنها اومدن تویچ، دارن استریم میذارن. مثلا ایلماین یه دونه از ایناست، یا الکس تومی یه دونه دیگه است که حالا کار میکس انجام میده.
داخل تویش استریم میذارن، حالا پروژه هاشون رو نشون میدن. ایلمایند که میاد روزی 6 7 تا بیت میزنه، از بچه‌هایی که توی کانالش هستن لوپ میگیره، با لوپ اونا بیت میزنه و توضیح میده. اگر سوال داشته باشید میتونید ازش بپرسید، جواب میده. الکس تومی هم باز به همین حالت راجع به میکس اگر ازش سوال داشته باشید بهتون جواب میده. اینجور چیزا هم بهتون کمک میکنه. حالا اگر استریم هم نمیخواید ببینید، میتونید داخل یوتیوب باز ویدیوهای خیلی از پرودیوسرها و میکسمن ها هستش، برید اونجا ببینید. بعضی وقتا خود من که ایده نرم میرم با یه نرم افزار دیگه کار میکنم، یعنی دیگه از FL استفاده نمی کنم. مثلا میام یه بار با ایبلتون بیت میزنم، دیدید دیگه احتمالا توی کانال یوتیوب هم با ایبلتون بیت زدیم، هم با استودیو وان، هم بیت ویک، یعنی نرم افزارهای دیگه هم استفاده کردیم برای بیت زدن. این محیط نرم افزارتون هم بعضی وقتا کمک میکنه. کار دیگه که میتونیم بکنیم اینه که بیایم با کسای دیگه همکاری کنیم، مثلا یه بیتو دو نفری بزنیم، سه نفری بزنیم و اینجور داستانا. یه کار دیگه ای هم که من تو اینجور مواقع میکنم اینه که میام پروژه های یه سال پیش، دو سال پیش، پروژه های قدیمی رو باز میکنم، گوش میکنم، میبینم اگر جایش ایراد داشت یا اینکه احساس کنم جایش نیاز به تغییر داره، میام یه سری تغییرات روی بیتای قدیمی میدم و به روزش میکنم. یا اینکه مثلا یه سری VSD ها و صداها رو موقع نداشتم، الان دارم، میام جابجا میکنم، یا حتی میکسش رو میام یه کوچولو تغییر میدم. اگر این اتفاق تا حالا برای شما افتاده و حالا راه و روش دیگه ای دارید، میتونید توی کامنت ها بگید که هم من استفاده کنم هم بچه های دیگه. تا ویدیوی بعدی، فعلا خدا حافظ. فعلا خدا حافظ. لایک و سابسکرایب گرتون. تا ویدیوی بعدی، فعلا خدا حافظ. تا ویدیوی بعدی، فعلا خدا حافظ.